سلام و درود بینندگان عزیز. ایران مجددا به آذربایجان هشدار داده است با ارتباط تشنجات خاموشی که بر سر منطقه زنگزور و کریدور لاچین در جریان است. قفقاز ما میتونیم بگوییم که آبستن یک اوکراین است. ما بارها در برنامه این مسائل گفتیم و عالم تکرار میکنیم. چرا از محور آذربایجان تحرکات بسیار همینطور بیباکانه به طرف ارمنستان و ایران در جریان است. علیوف خودش گفت که وقتی که زنگزور دیگه یک منطقه مرزی است که ایران وصل میکنه به قفقاز. یعنی اگر این منطقه زنگزور بند شوه، ایران بیخی راج بند میشه به تمام حوزه قفقاز. و این بسیار مهم است، حیات ایران است. علیوف میگه که این زنگزور از ما گرفتن دادن به ارمنستان. امو وقت بود که دنیای جغرافیایی ترک تکه تکه شد. این زنگزور، این منطقه در عهدنامه گلستان در سال 1813، یعنی بیش از 200 سال پیش، توسط ایران قاجار به روسیه واگذار شد. روسا زور بودن، امپراتوری حمله کرد، این قسمت ها را به شمول گرجستان و این منطقه را کلش جدا کرد. حال روسیه تزاری وجود نداره، عهدنامه گلستان ملغا است از نظر قانونی. اینجا است که خطر جنگ است. اگر شما به نقشه ببینین، یعنی ایره ایکی میگه، رئیس جمهور آذربایجان میگه که شما به نقشه ببینین که این منطقه مثل خنجری در قلب ما فرو رفته و این ساختگی است و خاک قدیمی آذربایجان است که نقش یک پارچه سازی دنیای ترک بازی میکنه. مانای گپای علیوف کاملا واضح است که این حمله بکنن ایره بگیرن. خب آذربایجان یکی از تلاش های محوریش است که با کمک ترکیه را رایش باز بکنه به طرف آسیای میانه. از امیران دیگر رایش بسیار طولانی است. این کار کرده هیچ کس ضمانت نمی کنه که کارش به کجا میکشه. مسئولان پرونده قفقاز در ایران روزانه چند بار اینمی ویدیو را شاید ببینن. این کریدور زنگزور برای معاصری ایران است. وقتی که ایران معاصره میشه، راهش قطع میشه و قفقاز و قره‌باغ و کل این حوزه، مرگ ارمنستان حتمی است از نظر جغرافیایی. یکی از ایرانی های چی گفته که این مسئله تحلیل نیست، یک خبر است. یک کانال روسی به تازگی افشا کرد که ایران یک پیام از دست طریق یک کشور ثالث به رئیس جمهور آذربایجان فرستاده که ما بیانیه های شما را منظم میشنویم و نیروهای مسلح ایران هم کاملا آماده است به پاسخ شما. بین ملل. خب این کشور ثالث که است؟ بدون شک روسیه است. اینانه یک نقطه کریدور دیگه هم است به نام لاچین که راه ارمنستان و قره‌باغ وصل میکنه. او را دوباره آذربایجان این به طور کامل گرفته. در 1399 حمله کردن او را گرفتن. چرا؟ اینا میگن که اگر ما لاچینه نگیریم، ارمنستان از این را اسلحه میبره و ناگورن و قره‌باغ بر ارمنا اکمالات اسلحه میکنه. این حال ما این را گرفتیم تا چونین نشوه. ای ناممکن است. یک به معنای اعلان جنگ است. رسانه های ترکیه در مو 1399 ایره گفتن که والله بسیار یک رویداد تاریخی است. لاچین دالان استراتژیک از سال 1992 تا از سال 1992 تا سال 1399 و بعد تا 28 سال در اشغال ارمنستان بود. اینا اشغال میگن، ارمنستان میگه جز خاکم است. در اجتماع مردمی که وقتی که آذرها داخل شدن در لاچین، تعداد پرچمهای ترکیه بیشتر از آذربایجان بود. اینی جاست که ایرانی ها فوقلاده اساس است. شعارا چی بود؟ شعارشان این بود که جوان مردم میان بگریزین با پیشواز ما بیا لاچین. اینی این رقم علنی بود. با کود جنگ 2020 اینه 3 سال پیش، 5 شهر، 4 بخش و 286 روستا را از ارمنستان گرفت با کمک ترکیه. هدف چیست؟ هدف باکو میگه که باکو و انکارا یک گذرگاه اتصالی ایجاد میکنن از طریق نخجوان به جمهوری آذربایجان. از طریق نخجوان به آذربایجان باز بعد از او با کل آسیا میانه رای خود رای تجارتی و رای استراتژیک خود ترکیه کوتاه بسازه.
اینمی عبارت جهان ترک در ادبیات سیاسی ترکیه به خاطر وصل کردن ترکیه به هر طریق ممکن از این راه نخجوان است به طرف آسیای میانه. این راه ترکیه بیخی به آسیای میانه کاملا بند است. ارمنستان یعنی با وجودی که در جنگ اول جهانی 1.5 میلیون ارمنی را قتل عام کردن، باز هم اینمی جغرافیای ارمنستان یگانه مکانی است که ترکیه را از آذربایجان و جهان ترک در آسیای میانه جدا میکنه. جغرافیای ترکیه از کشورهای ترک زبان آسیای میانه منظورشان است. در جنگ بین باکو و ارمنستان موقعیت ترکیه تغییر کرده، به هر طریق میگه که ما از رای از ارمنستان بزنیم باکو غلبه بکنه تا راه به ما باز شود. چطور یک گذرگاهی از خاک ارمنستان بگذره که ترکیه بتونه به آذربایجان وصل شود؟ وقتی وصل شد به آسیای میانه خود به خود وصل است. ترکیه برای قبل از این برای انتقال کالا و انسان این سفرهای انسانی صرفا از راه آهن ترکیه، از خط آهن ترکیه استفاده میکردن که تیر میشد از گرجستان، بسته گرجستان دور میزد میامد به آذربایجان. حالا میخوان که وسط ایکیش مستقیم شود. اما وقت روزنامه صباح ترکیه بسیار زیاد هیجانی شدن، نوشته بود که ما دیگه یک گذرگاه در آسیای ما در یعنی با یک گذرگاه در آسیای پاسیفیک وصل شدیم دیگه، خلاص شد. ای آسیای پاسیفیک یعنی از گستره اقیانوس آرام. آسیای پاسیفیک شامل بخش عمده آسیای شرقی است، آسیای جنوب شرق و اقیانوسی است، یعنی در این حوزه جشن گرفته. روزنامه اکشام ترکیه گفت که جهان ترک حالا دیگه یکی میشه. تا همین لحظه که ما شما صحبت میکنیم یکی نشده. دمین اخجوان و عامل اصلی مانی اصلی ایران است که ارمنستان را تقویت میکنه نمیمانه. اینی که جنگ های خاموش در جریان است ممکن است با جنگ های علنی کشیده شود. اما تا زمانی که ایران است به این طریقی که باکو و ترکیه پلان کردن هرگز جهان ترک یکی نمیشه. همین روزنامه اکشام ترکیه یک نقشه انداخت که مثلا تجار و مسافران ترکیه و آذری حال بین باکو و آرداخان باید به قطار به قطاری برن که 828 کیلومتر طی بکنه که برسه به گرجستان و برسه به ترکیه. اینی رقم است، راه بسیار طولانی پرخرج. راه دیگه چی است؟ مسیر زمینی اغدیر ترکیه است از ولایت های شمالی ایران و رسیدن به آذربایجان که او هم بسیار زیاد طولانی است. چقدر است؟ 927 کیلومتر است. حال اینی گپه که کشیدن از طریق نخجوان که ترکیه وارد شوه و خود وصل بکنه به آذربایجان مسیر 650 کیلومتر است، یا زیاد نیست. اما از نظر حضور استراتژیک روسیه در این منطقه میتونه حضور نظامی باشه. به او خاطر اینجا یک تنش است. نقش ایران چی است؟ ترکیه و آذربایجان از ایجاد اتصال مستقیم خاک با یکی دیگر اینا از خاک ایران به نیاز میشن و علاوه از او ایران مورد تهدیدهای گاهگاهی نظامی و عملیاتی هم قرار میگیره. این رقم است. روزنامه آیدنلک حزب کمونیست ترکیه کمونیست وطن نوشته بود که به نقل از علیوف که در سخنرانی ملی خود چی میگه؟ میگه او چیزی را که قوای اشغالگر ارمنی در 30 سال به عنوان پایگاه نظامی به وجود آورده بود، یعنی در قره‌باغ منظورش است، در 40 روز با خواب یکسان کرده. البته ما شما شکست های آذربایجان خودم 30 سال پیش با خبر هستیم. ما شخصا با آذربایجان رفتیم به باکو، افراد حزب اسلامی هم کجا جنگیده بودن، حتی یک پیلوت هم پیلوت افغانستان قبرش بود. بسیار شکست های عجیب متحمل شده بودن. از اون زمان به بعد میگه ما در 40 روز دوباره منطقه را گرفتیم. آذربایجان با ترکیه یکی شده. مسئله نخجوان مهم است. یکی نشده با ترکیه. مسئله نخجوان است. ترکیه با آذربایجان وصل نشده. نخجوان یک کلید است و کلید از ایران است. جز خاک آذربایجان یک قسمتش است اما جدا از آذربایجان است. یعنی بین اینمیو بین نخجوان و آذربایجان ارمنستان چی است؟ دیوالش است. یکی نشده. علیوف گفت که آذربایجان، ترکیه، ایران، روسیه اگه مایل باشن خب میتونیم تغییراتی بیاریم از این قبیل گپا.
اما تا امروز ایت تغییرات نامده. هدف اتصال با نخجوان امرای ترکیه احداث گذرگاه است. این دیگه یک رستاخیز جغرافیایی به مو به اصطلاح خودشان که میگن به دنیای ترکیه است. از طریق زور ناممکن است. اما ما علیوف میبینیم که بسیار از طریق از زور گرد میزنن. و شخصا ما به عنوان یک ناظر این مسائل اینطور تصور میکنم و فکر ما که علیوف لحنی که نشان میده پسان بسیار تاوان خواهد داد. بخش مهم سرنوشت می گذرگاه اغدیر ترکیه و نخجوان عبور از خاک ارمنستان است. اینمی گپ اراده مستقیم به خواست روسیه داره. باشه روسیه چی میگه؟ ایران کی طرف است؟ آل رای ارمنستان به قره‌باغ قطع کردن. چرا؟ آذریان میگه که ارمنستان یک رنگ نفع ایکی میبرد. ساختار جمعیتی منطقه را تغییر میداد. یعنی ارمنا را زیاد کده میرفت و اصله هم میبرد. خانه روستاهای آذربایجانی را در لاچین اینا ارمنیا گرفتن. اسکان داده شدن. قبل از این مسئله جنگ ها 65 هزار آذری زندگی میکردن. هیچ ساکن ارمنی تبار در لاچین وجود نداشتی تر میگه. ابنان ما گرفتیمش که دیگه این مسئله در تحت کنترل ما باشه. اینمی مسئله یک نقطه دیگه برای اشتعال جنگ است. ارمنا با ایرانیا در مذاکره هستن. همین مسئله نخجوان تا زمانی که لاچین به او شکل است. اینمی لاچین شما بند کنین ارتباط ایران با قره‌باغ هم قطع میشه و قره‌باغ ارتباط قطع ارتباطش با ایران در سیاست ایران کاملا یک کفر است. بنان این برنامه رو به خاطر گرفتیم که اونجا یک چیزی میتور از درون بالا آمده میره. یک روز شما خبر خواد شدین که یک لشکرکشی شده و بسیار گپا حوادث اتفاق افتاده. پیش از پیش زمینه هایش هم مطابق معلومات های خود بررسی کردم و خدمت شما پیش از پیش تشریح کردم که نظامیان ارمنی عمل دیگه آماده میشن به طرف عملیات به خاطر گرفتن لاچین. ایرانی هم در پشت سرشان است تا دیده شود که چی رویدادهای پیش رو خواهد بود. تا برنامه بعد.